به نام خدا، بچه ها توی این جلسه میخوایم در مورد دستور گروپ بای و اگریگیت فانکشن ها صحبت کنیم. خب تو روال همیشگیمون میایم توی پاور مسائل تئوریش رو من براتون توضیح میدم و با یک مثال توی محیط اسکیل سرور میریم مینویسیمش. کلن این دستور گروپ بای بچه ها زمانی به کار میبریم ما که میخوایم بر اساس یه فیلد خاصی رکورد هامون رو دسته بندی کنیم. مثلا میخوایم تعداد دانشجوهای اصفهانی رو توی یک دانشگاه ببینیم چقدر هستن، یا مثلا تعداد شهروندهای هر شهر ببینیم چقدر هستن. من براتون مثالی که آوردم در مورد یک فست فودی یا یک رستوران هستش که شامل 4 فیلد FID که میشه شماره فاکتور، CID شماره مشتری، GID کد غذا و کوانتیتی تعدادش این جدول تشکیل شده. خب حالا ما میخواییم بیاییم این جدول رو دستبندی بکنیم بر اساس مشتری ها که ببینیم کلن چقدر غذا خریدن، چه تعداد غذایی خریدن. برامون فرق نداره که چه غذایی خریده، کل غذایی که خریده چقدر بوده. خب پس به این صورت عمل میکنیم، میگیم که مشتری با آیدی 1، این دایره های سبز، یه بار توی فاکتوری 40 تا، توی فاکتوری 3 تا، توی فاکتوری 2 تا که میشه 45 تا. مشتری بعدیمون که شماره آیدیش بوده 5، 12 تا خرید داشته. و مشتری بعدیمون که آیدیش 6 بوده فقط یه بار خرید کرده که اونم 17 بوده. پس ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم بر اساس مشتری هامون دستبندیمون رو انجام دادیم که چه تعداد کلن غذا از این رستوران یا این فست فودیه گرفتن. خب ما برای اینکه با این گروپ بای یکم کار بکنیم نیازه که با اگریگیت فانکشن ها آشنا بشیم. توابع تجمعی، همون ماکسیموم، مینیموم، سام، اوریج و کانت، اینا همون توابع تجمعی من هستن. خب بریم دیگه حالا سراغ مثالامون. قبلش من یه توضیح بدم که منم یه جدول اینجا ایجاد کردم، جدول فودز که شامل همون آیدیایی هست که تو اسلاید اول دیدیم، FID، CID، GID و QTY، Quantity، و یه فیلد دیگه هم به اسم FDate برای تاریخ اضافه کردم از اون انور کردم که قبلا دلیلشو گفتیم که چرا این برکر میذاریم. این رو اضافه کردم که بهتون یاد بدم چطوری با تاریخ خواهم کار کنید. خب این از این. بریم حالا رکوردام رو ببینیم. رکوردام دقیقا همون جوری اضافه کردم، نوشتمشون که توی اسلاید اول دیدیم و یه تاریخی هم همین جوری به صورت پیش‌فرضی بهش دادم. خب بریم سراغ کوئری زدن و مثال هامون. مثال اولمون، نمایش ماکسیموم خرید در یک سفارش. یعنی چی میخواد بگه؟ میگه کل فاکتورها رو تو ببین، اون فاکتوری که بیشتر از همه بوده به من نشون بده. فرقی هم نداره که مال کدوم مشتریه، من فقط اون فاکتوری رو میخوام که بیشتر از همه بوده. خب به چه صورت مینویسیمش؟ میگیم select، چون ماکس میخواد از تابع ماکس استفاده میکنیم، روی چی میخواد ماکس بزنیم؟ خریدمون، یعنی همون QTY. خب جدولمونم TBL فود اجرا بگیریم. 40. بریم با هم دیگه اسلاید اولمونو ببینیم. ببینید فاکتورهایی که داشتیم 40 10 3 2 2 17 که بالا ماکسیمومش چی بوده؟ 40 بوده که اینم به ما 40 نشون داد. خیلی هم عالی. میریم سراغ سوال بعدیمون. نمایش میانگین خرید
در ماه جاری. میانگین خرید در ماه جاری. خب یعنی چی؟ یعنی میخواد میانگین کل این فاکتورها رو بگیره در ماه جاری. الان ماه چی هستیم؟ ماه شهریور. درسته؟ خب دقیقا همینو میگیریم، میذاریمش اینجا با این تفاوت که چون میانگین میخواد ما اینو باید چی کار کنیم؟ بنویسیم average روی چی بزنه؟ QTY. خب و شرطمون هم بنویسیم. شرطمون چی هستش؟ تاریخمون F-Date. ببینید ما تو ماه جاری یعنی از یکم تا 31، یعنی ما بین این دوتا، پس between میزنیم. between تاریخمونو میزنیم چون از نوع انورکره رشته‌ای هستش، به سینگل کوتیشن نیاز داریم. 1399 برج 6 1 and تا چندم؟ تا 31. اینو کپی من میکنم اینجا میذارم و تاریخشو میکنم 31. خب بریم یه اجرا بگیریم. میانگینش به دست آورد. از برج 6 که از 1 بوده تا 31 توی 1 ماه. ببینید اینجا اگه من بخوام بهتون نشون بدم تاریخو، ببینید ما برج 5 هم داشتیم، این دوتا برج 5 بودن، یعنی در واقع اینا که برج 6 بودن اومده حساب کرده میانگین گرفته. خیلی خوب، بریم سراغ مثال بعدیمون. نمایش تعداد فاکتورهای موجود، یعنی میخواد ببینه چند تا فاکتور کلن داشتیم. خب تعداد رو میخواییم، خیلی راحت select از تابع account استفاده میکنیم، ستاره میزنیم چون تعداد کل رو میخواییم، یعنی همه رو میخواییم. از جدول TBL foods به اجرا بگیریم 6 تا. دقیقا ما هم چند تا رکورد داشتیم؟ 6 تا رکورد داشتیم، از 1000 تا 1005 میشه 6 تا. خب مثال بعدی، هر مشتری به چه تعدادی خرید کرده. اینجا دیگه بچه ها داریم وارد مرحله میشیم که نیاز داریم که از گروپ بای استفاده کنیم. در واقع این سواله همون جدولی هست که توی اسلاید اول به شما نشون دادم، هر مشتری به چه تعدادی خرید کرده. یعنی چی؟ یعنی اینو میخواییم درش بیاریم. خب برای این سوالم یه میگیم که من میخوام شماره مشتری هم بهم نشون بده، پس توی سلکتش سی آی دی هم میزنم و میخوام جمع بزنم کیو تی وای ها رو. خب یه الیاس هم بهش میدیم که مواردی که تو جلسه قبل یاد گرفتیم رو استفاده کنیم، میذاریم کوانتیتی. از جدول فودسمون حالا میخواییم چی کار کنیم؟ دسته بندی کنیم بر اساس شماره مشتری ها. پس گروپ بای سی آی دی. خب بریم ببینیم جوابمون به چه صورت میشه. بله سی آی دی مون رو نشون میده، میگه تعداد کل خرید مشتری که آی دیش 1 هست 45، آی دیش 5 12، آی دی 6 17. این دقیقا همین جدول رو به ما نشون داد.
بسیار خوب، بریم سراغ سوال بعدیمون. نمایش ماکسیموم خرید یک مشتری در یک فاکتور. در واقع این میخواد چی رو به ما نشون بده؟ بیاد بگه که یک مشتری خب بیشترین خریدی که کرده چی بوده؟ یعنی در واقع بریم بهتون نشون بدم که چی میخواد. ببین مشتری با آیدی یک این سبزا یه 40 بوده، یه 3 بوده، یه 2 بوده. پس برای مشتری با آیدی یک به ما باید 40 رو نشون بده. برای مشتری با آیدی 5 باید 10 رو نشون بده. و برای مشتری با آیدی 6 باید 17 رو نشون بده. اوکی؟ خب. پس دقیقا ما میایم همچین کوئری براش می‌نویسیم. کوئریشه دقیقا همین میشه. منتها ماکسیموم میگیری. اینجا زنیم ماکس. اجرا بریم. ببینید دقیقا همونی شد که براتون توضیح دادم. مشتری با آیدی 1 40، با آیدی 5 10 و با آیدی 6 17. بسیار خوب، بریم سراغ سوال بعدیمون. نمایش افرادی که در کل بیشتر از 12 عدد غذا خرید کرده اند. خب اینجا ما نیاز داریم که یه شرطی روی گروپایمون بذاریم و این شرط رو چیکار بکنیم؟ بگیم این تعداد این شرط گروپایی که اومدی چیزش کردی، مرتبش کردی، بر اساس اون به دست آوردی، اونایی رو بیا نشون بده به من که بیشتر از 12 باشه. بریم با هم دیگه انجام بدیم. خب دقیقا همین کوئریه منتها نیازه که روی گروپای هاوینگ بزنیم. بچه ها هاوینگ و شرطی هست که هنگامی که ما از گروپ بای داریم استفاده میکنیم میزنیم، از کلید واژه having استفاده میکنیم، where استفاده نمیکنیم. خب پس شرط گروپ بای having. میخوایم شرط بزنیم که جمع تعداد خریداش بزرگتر از 12 باشه. وقتی میگیم بزرگتر از 12 یعنی اگر 12 هم بود به من نشون نده. خب بریم اجرا بگیریم. ببینید الان فقط آیدی 1 و 6 رو به من نشون داد. چرا؟ بریم اسلاید 1 قشنگ براتون توضیح بدم دلیلشو. ببینید تا اینجاش که اومدیم مرتب کردیم، بر اساس این دستبندی کردیم، بر اساس اینکه هر مشتری چه تعدادی خریده. وقتی که اومدیم شرط گذاشتیم براش که 12، یعنی چی؟ اینو دیگه به من نشون نداد. یعنی در واقع داریم میگیم که اون مشتری هایی رو حالا به من نشون بده که جمع فاکتورهاشون بیشتر از 12 باشه، یعنی این 17 و این 45. خب حالا نگاه کنید اگه من این مساوی رو بذارم دیگه اون آیدی 5 رو هم به من نمایش میده. خب بریم سراغ مثال بعدیمون ببینیم چی هستش. مثال بعدیمون نمایشه افرادی که در کل بیشتر از 5 عدد غذای شماره 3 را خرید کردند. خب این دقیقا همینه منتها عددش اینجا میشه 5 و یه شرطی هم اینجا میخوره که GID رو بذاریم 3.
در واقع میخواد چی بگه این سوال؟ این سوال میخواد بگه که بریم این جدول رو ببینیم تا توضیح براتون بدم. در واقع میخواد بگه که اول بیا اینایی رو پیدا کن که کد نوع غذاشون 3 بوده، که فقط مشتری 5 هست که نوع غذای 3 رو سفارش داده. خب حالا بیا فاکتورش رو جمع بزن، خب اگر دیدی که بیشتر از 12 بود اونو به من نشون بده. ببخشید، بیشتر از 5 بود یا به من نشون بده، چون توی سالم بیشتر از 5. خب اینو چجوری انجام میدیم؟ همینو میگیریم، اینجوری که میذاریم 5. خب اما اینجا یه شرط لازم داریم که GID که بهتون گفتم نوع غذا هست، کد غذا هست برابر با 3 بشه. خب الان نگاه کنید، فقط چون مشتری با ID 5 فقط غذای 3 رو سفارش داده و فاکتورش هم 10 و 2 بیشتر از 5 که میشه 12 بیشتر از 5، پس باید بیاد مشتری 5 رو به من نشون بده با فاکتور 12. خب بریم اجرا بگیریم. بله دقیقا همین رو به من نمایش داد. بسیار عالی. بریم سراغ سوال بعدیمون. سوال بعدیمون میگه نمایش بیشترین غذای خریداری شده. خب یه مثال براتون اینجا بزنم بچه ها. ببینید مثلا ممکنه مشتری X خب تو یک فاکتورش بیشترین خریدو داشته 40 تا، ولی یه مشتری دیگه مشتری Z اومده چند تا غذا خریده و تعداد این غذا این فاکتوراشو که با هم دیگه جمع بزنیم بیشتر از 40 میشه، چه 50 تا. پس این سوال دنبال این مشتریه هست، یعنی در واقع میخواد به زبان عامیانه تا اون مشتری رو به من نمایش بده که خیلی خرید میاد از من میکنه. عامیانه این سوال اینه. خب بریم انجامش بدیم. اینجا دیگه بچه ها یک نکته ای که هست، ما میخوایم از جدول مشتق استفاده کنیم. خب یعنی دو تا جدول تو هم دیگه استفاده کنیم. اولین جدولمون چی هستش؟ میایم دستبندی میکنیم افراد رو، اون مشتری ها رو بر اساس تعداد خریدی که کردن، یعنی همون جدول اسلاید یکمون، و بعد از دل این خب اونی که ماکسیموم هست رو استخراج میخواییم بکنیم. درست شد؟ خب بریم بنویسیمش که وقتی نوشتمش بهتر براتون توضیح بدم متوجه بشید. خب این مکسمون بیه چی باشه؟ بیه کیوتی وای باشه. خب یه الیاس هم بهش میدم. حالا میریم برای جدول. برای جدولش دقیقا همون کدی رو می‌نویسیم که اینجا استفاده کردیم. خب یه الیاس هم بهش بدم اینجا از تست. خب این ماکزیمومه اینجا میبینید قرمز زیرش کشیده، دقیقا باید چیزی باشه، چون اینجا الیاس من بهش دادم همین باید استخراج بکنه، یاره به این برگردونه. پس الیاسی که اینجا نوشتم رو اینجا اضافه میکنم. ببینید یه بار دیگه من توضیح بدم. توی دل این کوئریه ابتدا میای چیکار میکنیم؟ دسته‌بندی می‌کنیم مشتریامونو بر اساس تعداد خریدایی که کردن،
کل خریداش، کل فاکتوراش. بعد از دل این بزرگترینش، ماکزیموم ترینش رو میخوایم استخراج بکنیم. یعنی از دل این میام چیکار میکنیم؟ ماکس رو استخراج میکنیم. بذارید براتون نشون بدم. ببینید در واقع این کوئریه که اینجا ما نوشتیم چیه؟ همین جدوله هست. خب حالا وقتی که میگم سلکت و ماکزیموم کوانتیتی رو، خب یعنی چی؟ یعنی این 45 رو حالا بکش بیرون، درست شد؟ خب این اجرا ببینید دقیقا همین 45 رو به من نشون داد. بسیار عالی. بریم سراغ مثال بعدیمون. خب اینجا الان میخواد بگه که به صورت نزولی شماری مشتری ها و بیشترین تعداد غذایی که خریدن رو نشون به من بده. به صورت نزولی. اینجا میخوام بهتون دستور اوردر بای رو یاد بدم. خب دقیقا همینه. دقیقا همینه. منتها نکته داره. خب نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که من باید بیام، چون گفته نزولی، یک ترتیب نزولی میخوام. برای مرتب کردن به صورت صعودی و نزولی از کلید واژه اوردر بای استفاده میکنیم. خب چی میخوایم برای ما نزولی نشون داده بشه؟ کیوتی وای. که این کیوتی وای ما اومدیم الیاس برای زدیم کوانتیتی. پس این کوانتیتی رو میگیریم میذاریم اینجا. میخوایم به چه صورتی باشه؟ نزولی. چون میخوایم به صورت نزولی باشه از کلید واژه دیسندینگ استفاده میکنیم. خب حالا بیاییم ببینیم اجرا. ببینید 45 17 2 کوانتیتی رو به صورت چیکار کرد؟ نزولی نمایش داد. قبلش اگه ما اینو نذاشته بودیم چجوری نمایش میداد؟ 45 12 17. ولی به خاطر این دیسندینگ که به صورت نزولی نشون بده اومد برای ما چیکار کرد؟ این ترتیب رو رعایت کرد. حالا میخوایم به صورت صعودی نشون بده اسندینگ. ببینید به صورت صعودی نمایش میده. خب اینم از یه نکته در مورد اوردر بار. بریم سراغ سوال بعدیمون. نمایش شماره مشتری که بیشترین تعداد غذا رو خریده. خب در واقع میخواد دوباره چیکار بکنه با این سوال؟ با این سوال دوباره همین 45 رو میخواد نمایش بده. خب اینجا دوباره یه نکته میخوام بهتون یاد بدم که بیان از دستور تاپ استفاده کنیم. خب یعنی دقیقا بعد این سلکته ما میزنیم تاپ یک. یا چیکار میکنه؟ اینم دیسندینگش کنیم. یه اجرا بریم. الان فقط باید 45 نشون به من بده. اگه من اینجا زدم 2 دوتای اولی که به صورت صعودی هستن بیشترین چیزو دارم، بیشترین خرید رو انجام دادم، نمایش به من میده، درست شد؟ خب بچه ها پس ما تو این جلسه اومدیم با دستور گروپ های آشنا شدیم، با اگریگیت فانکشن ها آشنا شدیم، یاد گرفتیم که having واژه‌ای هست که ما میتونیم برای گروپ بای استفاده بکنیم به جای کلمه کلیدی و، و یاد گرفتیم که میتونیم از طریق اوردر بای ترتیب ستون هامون رو مشخص کنیم که به صورت صعودی سورت بشن یا به صورت نزولی، و همچنین دستور تاپ رو یاد گرفتیم.